درود به شما شنوندگان عزیز در این قسمت برنامه آشنایی با کتاب مقدس پخش خواهد شد خوشحال می شویم در طول پخش این برنامه با ما همراه شوید شنوندگان عزیز در برنامه گذشته اشعاری را که فرزندان قوره خادمان پرستشگاه خداوند سروده بودند شنیدیم در برنامه امروز هم باز به مطالعه یکی دیگر از سروده های ایشان می پردازیم. در مزمور 49 صحبت از بیدوان و بیارزش بودن دارایی های مادی می باشد. کتاب مقدس همیشه از انسان های ثروتمند به عنوان کسانی صحبت می کند که از دارایی های دنیا نصیب فراوان بردهاند اما در نظر خداوند این ثروت آنها بی‌ارزش و ایشان فقیر شمرده می شوند. بر اساس آنچه که ما در این مزمور می‌خوانیم، تنها افراد نادان هستند که به ثروت دنیا دل بسته و به قدرت اموال و دارایی های خود مغرور هستند. سرایندگان این مزمور از ما میخواهند تا چشم خود را باز کرده و حقایق را آنگونه که خواست خداوند می باشد ببینیم. در این مزمور از ما خواسته می شود که بدون توجه به نژاد و رنگ پوست و یا توانایی اقتصادی خود و یا از هر گوشه این دنیا که باشیم تنها به خداوند و یاری او چشم دوخته و تنها از او در سخت در این شرایط زندگی خود یاری بطلبیم ما هیچگاه نمی توانیم در ازای آنچه که خداوند برای ما فراهم آورده است و یا جان و حیاتی که او به ما تقدیم کرده است از خداوند سپاسگزاری کنیم حتی اگر تمامی دارایی های خود را هم در راه خداوند صرف کنیم باز هم نتوانسته این از محبت عظیم خداوند را شرک باشیم. حال برای آنکه این کلام خداوند چشم جان ما را باز کرده و ما را با حقایق کلام خود آشنا کند به آیه های یک تا بیست از این مزمور چهل و که تکیه بر ثروت و دارایی های دنیایی را نشانه کوتاه فکری انسان ها می داند، گوش می دهیم. تمامی مردمان این را بشنوید هر کس در هر جایی که هست گوش بدهد کوچک و بزرگ ثروتمند و فقیر افکار من روشن و آشکار است سخنان من همه از روی حکمت است به مسئله ها توجه می کنم و هنگامی که چنگ می نوازم معنی آنها را بیان می کنم چرا در هنگام خطر و یا وقتی که دشمنان مرا محاصره کرده اند بترسم اینها مردمی هستند که به ثروت خود توکل دارند و به دارایی خیش افتخار می کنند. هیچ کس نمی تواند تاوان جان خود را بدهد و یا بهای زندگی خود را به خدا بپردازد زیرا ارزش زندگی یک انسان بسیار گرانبهاست و هیچ چیز در مقابل آن کفایت نمی کند تا کسی طعم مرگ را نچشد و تا به ابد زندگی کند همه ما می بینیم که حتی اشخاص عالم هم می میرند همچنان که احمقان و نادانان می میرند همه آنها ثروت خود را برای بازماندگان خود باقی می گذارند. در حالی که آنها نام خود را بر املاک خود می گذارند, گورشان خانه ابدی آنها می گردند و برای همیشه در آن ساکن می شوند جاه و مقام ما را از مرگ نجات نمی دهد بلکه ما نیز خواهیم مرد همچنان که یک حیوان می میرد. سرنوشت اشخاصی که به خودشان توکل دارند چنین است سرنوشت آنانی که به دارایی خود دلخوش هستند آنها مانند گوسفندان محکوم به مرگ هستند و چوپان ایشان مرگ است نیکوکاران بر آنها پیروز می‌گردند و اجساد آنان به زودی دور از خانه هایشان در دنیای مردگان خواهد پوسید اما خداوند جان مرا از دنیای مردگان می رهاند و نجات می دهد وقتی کسی دولتمند می گردد و به مال دارایی او افسوده می گردد شما آشفته نکردی او در وقت مردن دارایی خود را با خود به گور نخواهد برد اگر چه کسی از زندگی خود راضی باشد و دیگران او را به خاطر موفقیتش بستایند اما سرانجام خواهد مرد و به اجداد خود خواهد پیوست و دیگر روشنی را نخواهد دید جاه و مقام کسی او را از مرگ نجات نمی دهد بلکه او نیز خواهد مرد همچنان که یک حیوان می, می رد. داشتن دارایی و اموال فراوان چیزی نیست که از جانب خداوند مورد تنفر باشد اما با داشتن ثروت خود را بینیاز از محبت و یاری خداوند دانستن مورد سرزنش قرار میگیرد ما نمی بایست که تنها به دارایی های خود چشم دوخته و حضور خداوند را به فراموشی بسپاریم این مزمور افرادی را مورد سرزنش قرار می دهد که به دنیا دل بسته و خود را با دارائی هایشان مشغول کردند. ما به هر اندازه که سرمایه جمع وری کنیم قادر نخواهیم بود تا بهای آنچه را که خداوند در زندگی ما انجام داده است و محبتی را که او نسبت به ما ابراز نموده است به او بپردازیم. هیچ کس نمی تواند با تمام سرمایه ای که او در طول عمر خود به سرقت ببرد و یا به هر طریق دیگر جمع وری کند بهای آزادی روح و جان خود را بپردازد. ما همه گناهکار هستیم و برای آنکه از قید گناه نجات یافته و زندگی جاوید را داشته باشیم میبایست که به آنچه خداوند برای ما بر روی صلیب قربانی کرده است ایمان آورده و تنها به یاری و محبت خداوند چشم بدوزیم. خداوند فرزند یگانه خود را بر روی صلیب قربانی کرد تا ما بتوانیم بر گناه پیروز شده و از مرگ نجات بیابیم. این تنها و تنها با ایمان به خداوند و قبول این قربانی و ایمان به عیسی مسیح و آنچه که او بر روی صلیب برای نجات ما برخیش گرفت امکان دارد. دنیا از ما می خواهد که خود را با او مشغول کنیم و هر روز از خداوند خدای خود فاصله بگیریم اما هیچ چیز نمی بایست که ما را از محبت خداوند دور نگه داشته و یا ما را در قید هواهای جسمی و دنیاوی خود اسیر نگه دارد زیرا که مسیح بهای نجات ما را با جان دادن بر روی صلیب پرداخته است زمانی که ما به او ایمان می آوریم با او بر روی صلیب مرده و همراه با او باز هم از میان مردگان برمیخیزیم و آن وقت است که زندگی جاوید از آن ما خواهد بود سرایندگان این مزمور ایمان دارند که مسیح آن نجات دهنده که آمدنش را خداوند وعده داده است خواهد آمد و پس از قربانی کردن خود از میان مردگان برخواهد خواست. در مزمور پنجاه که آصاف سراینده آن می باشد، تفاوت بین ایمان و اعتقاد واقعی و دروغین را در اشعار خود بیان می کند. در این مزمور خداوند انسانها را مخاطب قرار داده و به آنها می گوید که او خود بر آنها داوری خواهد کرد. او که مقدس است از گناه متنفر بوده و افرادی را که به دروغ ادعای ایمان و اعتقاد دارند سرزنش می کند. خداوند به ما می گوید که او نیازی به قربانی های ما ندارد و او تشنه خون قربانی و گرسنه گوشت قربانی نیست. او شکرگزاری های صادقانه ما را می خواهد و از ما می خواهد که به پیمان خود با خداوند عمل کنیم و جز او کسی را مورد پرستش قرار ندهیم. خداوند از ما می خواهد که از گناه و دروغ دست برداشته و خود را بیشتر از این به گناه آلوده نکنیم زیرا که او بر ما داوری خواهد کرد. او نجات را شامل حال آنانی خواهد کرد که دست از گناه برداشته و به او روی آورده و تنها از او یاری بخواهند. از آنجایی که بر اساس کتاب مقدس ایمان با شنیدن کلام خداوند متولد شده و رشد می کند با هم به مزمور 51 گوش می دهیم. این مزمور دعای اعتراف و طلب آمرزش است که داوود بعد از ارتکاب گناه سروده است و در آن از خداوند از صمیم قلب تقاضای بخشش می کند. خدایا به خاطر محبت پایدار خود بر من رحم کن و از روی کرم بی پایانت گناهان مرا ببخش مرا از گناهانم شست شوده و از خطاهایم پاک ساز من به گناهان خود اعتراف می کنم و خطاهایی را که کرده ام در نظر دارم من علیه تو ای خداوند بلی تنها علیه تو گناه کرده ام و آنچه را که در نظر تو بده است انجام داده ام اینک تو حق داری که مرا داوری نموده محکوم سازی من از روزی که به دنیا آمدم گناهکار بودم از همان لحظه ای که نطفه ام در رحم مادر بسته شد به گناه آلوده بودم تو طرفدار صداقت و راستی هستی پس فکر مرا از حکمت پرساز گناه مرا از من دور کن تا پاک شوم مرا بشوی تا از برف سفید تر گردم بگذار تا صدای خوشی و لذت را بشنوم با وجودی که مرا کوبیده و خرد کرده ای بار دیگر شاد خواهم بود. از گناهانم چشم بپوش و خطاهایم را ببخش. خدایا دل پاک در من بیافرین و باطنم را با روح راستی تازه گردان. مرا از حضور خود مران و روح پاکت را از من مگیر. شادی نجات را به من بازگردان و شوق اطاعت از عوامرت را در من ایجاد نما. آنگاه احکام تو را به خطاکاران خواهم آموخت و آنان به سوی تو باز خواهند گشت در مزمور 52 داوود در مورد قضاوت و داوری خداوند صحبت می کند و نیز نیکویی و محبت خداوند به انسانها را می ستاید. در مزمور 53 داوود در مورد شرارت انسان سخن می گوید. آنهایی که وجود خداوند را انکار می کنند و به اعمال ناپسند دست می زنند، افراد نادانی به حساب می آیند که روزی مورد توبیخ خداوند قرار خواهند گرفت و دچار آنچنان وحشتی خواهند شد که تا آن روز تجربه نکردند. آنچه که در عهد جدید از آن صحبت می شود، یعنی گناهکار بودن همه انسان مطلبی است که داوود در این شعر خود نیز به آن اشاره می کند. در نظر خداوند همه ای انسان ها گناه کرده اند و نیازمند نجات می باشند. در آیه سه آمده است که همه گمراه و یکسان فاسد شده حتی یک نفر نیکوکار هم در بین آنها نیست. از آنجایی که ما انسان نمیتوانیم به تنهایی بر گناه غلبه کرده و زنجیرهایی را که گناه بر پاهای ما زده است بشکنیم، نیازمندیم تا خداوند خود دست یاریگرش را به سوی ما گرفته و ما را از گردابی که در آن غرق میشویم نجات بدهد. او فرزند یگانی خود را فرستاد تا ما به او ایمان بیاوریم و ایمان به صلیب و آنچه بر این صلیب رخ داد ما را از گناه و دوری از خداوند نجات داده و قادر خواهیم بود تا باز هم به آغوش خداوند بازگردیم. او به وعده های خود عمل خواهد کرد. او نجات را شامل حال ما خواهد کرد. ما میبایست که در برابر خداوند قدوس زانو زده و به گناهان خود اعتراف کنیم و از او برای تمامی گناهان خود تقاضای بخشش کنیم. آنگاه او بر ما نه بر اساس عدالت خود که بر اساس محبت خود قضاوت کرده و ما را میبخشد و زندگی جاوید از آن ما خواهد بود. ایمان به عیسی مسیح تنها راه نجات و تنها راه بازگشت به سوی خداوند می باشد. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031 638 98 98 98, 98 تکرار می کنم ص 638 98 98 98, 98 و همینطور ایمیل آدرس ورپرژن ات جیمیل دات کام با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه های رادیو جهانی پارس را در ویب سایت www.persianboardradio.com دنبال کنید. خوشحال میشویم نظرات پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید